برای اینکه بشینم با درد و دل کنم باید منتظر مردنت میموندم بابا. آره؟ ای کاش وقتی زنده بودی میومدم پیشت. بهت میگفتم چی کار کنم بابا، اشتباه کردم بابا، سرم به سنگ خورده بابا. تو هم نوازشم میکردی، آرومم میکردی، یا حداقل نصیحتم میکردی. به هم میگفتی اینجوری که نمیشه کله پوک. به هم میگفتی پسر اخ. نمیدونم بازم همون اشتباه رو میکردم یا نه، اما حداقل کمتر عذاب میکشیدم. اما ببین، من و سلوی از هم جدا شدیم. نمیدونم خبر داری یا نه، دیروز اومد پیشم، انگشترش رو در برد گذاشت کف دستم. بابا این انگشتر چقدر سنگینه، تا وقتی تو دستته که اصلا متوجه نیستی. حتی یه چند روز که میگذره نگاه میکنی اصلا انگار نه انگار تو دستت انگشتر هست یا نیست. اما وقتی عشقم اومد و اون انگشتر رو در آورد گذاشت کف دستم، انقدر تو دستم سنگینی کرد که انگار دنیا رو سرم خراب شده بابا، انگار کمرم شکست. جدایی خیلی خیلی سخته بابا. میخوام یه چی بگم اما عصبی نشی. قفقاز از خونه بیرون کردم. البته اگه تو بودی میگفتی تو به چه حقی پسر من از خونش بیرون کردی، مگه نه؟ اما اونطور نیست بابا، باید میدیدی چطوری به مش زد. البته به حرمت دوستیمون یکم یواش زد، سعی کرد مثلا خیلی محکم نباشه. من چی کار کنم، طاقت نیاوردم. بهش گفتم بابام به خاطر تو مرده، بهش گفتم تو بابای منو کشتی. من خیلی احمقم بابا، من خیلی احمقم. هر چی بلا سرم بیاد حقمه، تک تک بلایی که سرم میاد حقمه بابا، حقمه. تو به حرف این گوش نده بابا، جدی میگم باور نکن، این باز دنبال قهرمان بازیه. میخواد بگه همه چی تقصیر منه که قهرمان بازی در بیاره. این همین جوریه، همیشه همین جوری بوده بابا. هر وقت من اشتباه میکردم اون به گردم میگرفت، به جای من اون کتک میخورد. یادت میاد که یه ساعت قدیمی داشتی که خیلی دوستش داشتی، تو این همه سال بهت نگفته بودم اما بذار بگم. اون ساعته عتیقه رو یادت میاد، همونی که گفت به خاطر بدهیم فروختم. دو ماه باهاش حرف نزدی و نگاش نکردی. آره اون بدهی ظفر نبود، بدهی من بود، برای اینکه بدهی منو بده اون ساعتو فروخت بابا. ای بابا به خدا قسم که این باز اومد، حرفشو باور نکن بابا جون، باز اومده داره نقش منو میدزده. اون بدهی من بود، اصلا به تو چه مربوطی که پشودی اومدی اینجا؟ بابا این همش دنبال قهرمان بازیه، به حرفش گوش نده. مرتی که امروزم خودشو انداخت جلوی چاقو، پسر دیوونات رسما داشت جونشو از دست میداد. بابا میدونی جریان اون چاقوی که میگه چی بود؟ به خدا قسم اون چاقو سیبم وسط نمیبرید، یعنی اینقدر کند بود. چاقوی که میگه منظورش همونه بابا. بابا تو چیزو یادت میاد؟ یادت یه بار اومد گفت به خاطر ایلول خبری ازم نبود، باورت میشه؟ دروغ گفته بود، بهت دروغ گفته بود بابا. الان پیش خودش راستشو بهت میگم، باور کن دروغگوی این پسر. اون اسماعیل نزول خوره یادته که تو آرتوین بود؟ من به اونا سر قمار بدهکار شدم، خب یعنی رفتم زیر بدهی، اونا دست از سرم بر نمیداشتن بابا. در یهو باز شد، باید میدیدی قفقاز یهو اومد تو، جلوش 50 تا آدم بود، یکی با چاقو و یکی با اسلحه. اگه بدونی چه جوری بهشون حمله کرد باید میدیدی، یعنی از جون خودش گذشت. نمیدونی چطور میزدشون، یکیو میزد اون یکی میومد، دوباره همونی که قبلا زده بود دوباره میزد، من از اونجا نجات داد. باور کن تنهایی همشون رو زد، دیوونه است اصلا این بابا جون. بعد اومده جلوی تو بهم تهمت میزنه. راستش بابا ای کاش اون موقع چاقو به جای پام میخورد وسط قلبم. چاقو میخوردم و میمردم، اما هیچ وقت دستم روی ظفر بلند نمیشد. ای داده بیداد، دور از جون داداش، دور از جون. آره دیگه همینطوره. زبونت تو گاز بگیر، خدا از عمر من بگیره بدتش به تو. خدا به هممون عمر طولانی بده. منو بخشیدی ظفر. داداش من 35 ساله که هر وقت از خواب بیدار میشم خودمو میبخشم. مگه نه بابا، پسرت احمقه. من چطوری تو رو نبخشم؟ معذرت میخوام ظفر جان. بیا 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 بشینیم کنار بابا.
تا آخره عمرمون دیگه روبروی هم وای نمیستیم. نه دیگه هیچ وقت به هم دیگه پشت نمی کنیم. نه لوس بازی هم در نمیاریم، یهو بذاریم بریم. نه 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 باشه. نه بابا یه روز دیگه میایم اینجا و این بار اون کمربند قهرمانی رو برات میاریم. تا اون زمان که کمربند رو نگرفتیم اینجا نمیاییم. حتما یه روز میاییم و اون کمربند رو میاریم. حتما یه روز میاییم. بریم. Doka is very happy to fight against Kafkas. Anytime, any place. We are ready. چی میگه؟ دوکا از اینکه قراره با داداش فرات مبارزه کنه خیلی خوشحاله. میگه آمادگی اینو داره که هر وقت اعلام کنین مسابقه بده. آره همینه. زیاد خودمونو چیز نکنیم. خودمونو مثل بچه‌ها ذوق زده نشون ندیم دیگه. ما مشکلی نداریم. آمادگیشو داریم. هر وقت بخوان حاضریم. If it's also okay with you, we would like to set up a match date. چی میگه؟ در گوشی حرف میزنه؟ منم که نمیشنوم داداش. دارن در گوشی حرف میزنن چجوری بشنوم؟ Sure. We can sign the contracts next week then. Let's announce the match date with the press conference, huh? چی میگه بگو دیگه. میگه هفته بعد قرارداد امضا میکنیم و تاریخ مسابقه را از طریق رسانه اعلام میکنیم. آقا به نظر من اوکیه. اوکی، اوکی. It's okay, okay, okay. آها راستی اینم بگو. بگو تانسل رو نمیخوایم. بگو یکی دیگه باشه. بگو اصلا به هیچ عنوان نمیخوایم تانسل باشه. نمیخوایم باشه. We only have one wish. We don't want Tansel Basharan to be involved in this organization. Somebody else will do it. It's not a problem for us. چی شد چی گفت؟ قرار نیست باشه نیست. آخه شاره بابا اون آشغالو میخوایم چی کار؟ We have a deal then. Good luck. Good luck. موفق باشی. Ça va être un bon entraînement pour moi avant de prendre la ceinture de l'Irlandais Kafkas. چی؟ چرا میخنده؟ هیچی داداش، میگه میخوام با تو تمرین کنم برم با مکواردی مسابقه بدم. اینو چی میگه بابا؟ تو فکر کردی کی هستی داداش؟ باشه زفر، آروم باش، آروم باش. ببین اینو واسش ترجمه کن که بهت میگم. قیافشو نگاه کن، تو رو خدا چطور داره آدامس میخوره. بهش بگو تو دهنت زیادی گشاده، به جای آدامس جویدن برو یکم تمرین کن. You should stop eating and start training. Your job is more developed than your bumps. Il faut que tu prie à ton entraîneur pour que je te donne cette chance. Tu te bats tellement mal que le vieux n'a pas pu résister, il est mort d'une crise cardiaque. J'espère qu'il regardera de l'enfer que je t'enterre dans le ring. این چی داره میگه؟ چی گفت؟ این چی نگو بابا، داره علکی کلی میخونه. یعنی چی میگی تو اصلا؟ میخواد منو تو رینگ دفن کنه. منم اونو میندازمش ته دریا. بله دومان. خبرهای بدی دارم. دوکا و قفقاز برای مسابقه توافق کردن. چجوری به توافق رسیدن؟ بدون ما چجوری توافق کردن؟ همه برنامه های بوکس ترکیه رو ما ترتیب میدیم. امکان نداره. مطمئنن یه اشتباهی شده. اشتباهی نشده آفسانسل. از WBC ایمیل اومده. مدیر دوکا پیام تایید فرستاده. آخر هفته میخوان قرارداد امضا کنن. ما رو پیچوندن. میخوان با یکی دیگه کار بکنن. تو فکر کردی زورت میرسه قهرمان بشی قفقاز؟ اما تا من اجازه ندم نمیتونی قهرمان بشی. خب استاد ظفر، کار شما چیه؟ 30,000 یورو. با این دیگه هرچی بدهی داری و میتونی بدی. راستش نمیدونم چی بگم. هر چقدر تشکر کنم بازم کمه. از من نه، از الیف. از الیف باید تشکر کنی. البته 50,000 یورو بود. 20,000 تاشو چیکار کردی؟ میخوایم ببخشیم به انجمن بیماران FMF و خانواده شهدا. بله داداش، همونطور که میبینی باید از صفر شروع کنیم. اشکال نداره. دیروز منفی بودیم، الان صفر شدیم. به نظرم خیلی هم خوبه. همین خودش یه موفقیت عالیه. هر چقدر هم که به نتیجه رسیده باشیم، اما الیف واقعا لطف بزرگی کرد.
دقیقا همینطوره. بهتره دیگه شما هم گذشته رو بذارین کنار و از این به بعد همه با هم رو آینده تمرکز کنیم. حق با سوناست. بهتره گذشته رو بذارین کنار. دیگه همه چی تموم شد. اونایی هم که باید میرفتن رفتن. الان دیگه باید رو مسابقه تمرکز کنیم. ما فقط یه هدف داریم. اون چیه؟ برسیم به فینال. اونم با کی؟ مکواردی. امیدوارم به اونجا هم برسیم داداش. خدا از دهنت بشنوه. آمین. به امید خدا. به امید خدا. باور کن حالم سر جایش اومده. باور کن. عالیم. ای خدا. شکرت. دست درد نکنه خواهر گلم. دست درد نکنه نسلی جان. نوشه جان. خیلی ممنون نسلی جان. این بدون شکره درسته؟ آره ساده است. ممنون دست درد نکنه. چی کار میکنی پسر؟ چه تو گلو گیر کرد؟ استاد ظفر چیه؟ من میخوام یه چیزی بهتون بگم. اگه اجازه بدین. بگو پسر. کرم جون میخوای فعلا نگی؟ حالا که داداش ظفر خوشحاله داره قهوهشو میخوره بذار یکم کاراشو انجام بده بعد سر فرصت بگو. همه این چیزا که بعدن نداری. میگم حالا که الان همه خوشحالن دارن میخندن قهوه داریم میخوریم یعنی الان همه دور همیم به بهترین وقت دیگه. مگه نه نسلی؟ تو قهوهتو بخور. ای بابا بذاریم بچه حرفشو بزنه. مگه میخواد فیل هوا کنه؟ بذاریم راحت باش حرفتو بزن. استاد من نسلی خیلی هم دیگر دوست داریم. عاشق هم دیگه. میخوایم هم ازدواج کنیم. البته اگه شما اجازه بدین. داداش ما با هم حرف زده بودیم اما داداش ظفر همینو میخواستی یه بار شد به حرف احمد گوش بدی. آقا آدم این حرفو اینجوری میزنه. من از کجا میدونستم ناراحت میشه؟ گفتم الان خوشحال حرفمو بزنم دیگه. مگه جوک گفتیم که خوشحاله بخوای هر چیزی رو بگی؟ نمیشه که. داداش نمیدونستم که. کارم اشتباه بود نه؟ هر چیزی یه وقتی داره، یه راه و رسمی داره مگه نه؟ یه آداب و رسومی داره. آره دیگه. اشتباه کردم آره. بله. اشتباه کردم. میدونم آره. تو خواهر منو واقعا دوست داری؟ دوستش دارم داداش خیلی دوستش دارم. این چیزا با دوستت دارم گفتن نمیشه. حالا که دوستش داری باید به خاطرش جونت رو بذاری وسط و عرق بریزی. تا وقتی که وارد اون رینگ نشدی عقد و مقد و ازدواج و عروسی و این چیزا نداری. واسه اول اینا رو بکنی دستت آقا، بعدش تازه میتونی بیای و انگشتر بکنی دستت. چشم داده شیا. چشم مگه قبول کردم؟ هنوز قبول نکردم. حق با شماست، قبول نکردی. از امروز به بعد، یعنی حتی از همین لحظه به بعد، به فرض که خواهر من داره تو خیابون راه میره پاش بخوره به یه جایی، من از چشم تو میبینم. یا چه میدونم پنجره اگه باز موند بعد سرما خورد من از چشم تو میبینم.
تو چشاش نم ببینم، عشق ببینم و از چشم تو میبینم. اگه ناراحت بشه از چشم تو میبینم، خار تو پاش بره از چشم تو میبینم. از این به بعد هر بلایی سرش بیاد و من فقط از چشم تو میبینم. بله داداش. نگو داداش، داداش نداریم. تا وقتی ازدواج نکردی حق نداری بگی داداش. استاد. بله چشم یعنی چشم استاد. پسر، حتی اگه بدونی قراره بمیری باز نباید دروغ بگی. حتی اگه از گشنگی قرار شد بمیری، نباید از راه درستی که میدونی کج بشی، فهمیدی؟ باید جلوی تمام مشکلات و بدبختی ها خیلی محکم وایسی و قوی باشی. شرط و شروط برای ازدواج همینه، لازمه یه زندگی هم همینه. چشم استاد. اینم کم دیوونه نیستا؟ حالا اصلا من به کنار داداش، آخه کی جرأت داره خواهر قهرمان بوکس جهان اینطوری خواستگاری کنه؟ این دیگه چه بقاعتیه؟ مگه تو روانی پسر؟ دردشه پرو سک. سروی خانم، سروی خانم، وای شما دیگه کی هستین؟ ببخشید نمیخواستم بترسونمتون. من نورهان هستم، نورهان کاراداغ. نورهان؟ نورهان کارا؟ نورهان تکسیل؟ بله، گفته بودیم برای دیدن نمونه ها ساعت 1 بیام. من چیزه نورهان خانوم. میدونم، مدام سرم میاد، دیگه عادت کردم. نمونه ها آماده؟ بله. باشه پس نگاه کنیم. داداش. بله. چیزه تو بعد از بانک کجا میری؟ میرم سالون. مگه چشه ها؟ داداش یه سرم به سلوی بزن، انگار حالش خوب نبود. چی شده؟ نکنه پشیمون شده؟ میشه بری باهاش یکم حرف بزنی و این مشکل رو حلش کنی؟ باشه، نگران نباش، من خودم یه جوری از دلش در میارم. باشه پس، به سلامت. این نمونه سومه. برای اینکه شبیه مدلای دهه 70 باشه یکم یقشو بستم و پایینشو گشاد درست کردم. رنگشم تابستونیه. گفتم اینجوری خوب میشه. البته اگه خوشتون بیاد همینجوری میمونه، اما اگه خوشتون نیاد میتونم براش آستین بذارم پشتشم که اگه بخواین اینجا رو میتونم تغییر بدم، یعنی هر جور که شما بخواین. میشه لطفاً اون یکی هم ببینم؟ بله. آی بفرمایین پولکی و براق. الان شماها میخواین ازدواج کنی؟ بله گنش جون. خب کی ازدواج میکنی؟ اگه به من باشه که میگم همین الان داداش، یعنی همین الان هم نشستیم اشتباهه. تو اینگر حرفای داداشم رو نفهمیدی یا؟ اول باید دستکش رو دستت کنی، بعدن انگشتر عزیزم. مگه چیه؟ بفرما. اگه مشکل دستکشه که آ بیا همین رفت تو دستم. نگاه باشه بریم ازدواج کنیم دیگه. باشه باش، به همین راحتی بود کرم. تو بعد اول خوب بشی برگردی بریم، بعدش عروسی داریم. اوه میبینی چی میگه داداش؟ این دختره منو دوست نداره. نداره؟ دوستت داره، من میدونم. وقتی تو نیستی اینجوری به عکسات نگاه میکنه.
چجوری نگاه میکنه؟ اینجوری گونش واقعا که یعنی تو منو دوست نداری؟ دوست دارم اما اونجوری هم نگات نمیکنم. خب پاشو بریم ازدواج کنیم دیگه عزیزم. کرم به این سادگی هم که میگی نیست. حتی اگرم داداشم قبول کنه یه پروسه ای داره. اول باید مدارک آماده کنیم، تاریخ عقد بگیریم، لباس عروس، لباس داماد. هر چقدر بشوری تموم نمیشه. ببین من توی فیلم دیدم، خب دختره و پسره سوار کشتی میشن، میرن کاپیتان عقدشون میکنه، تموم میشه میره. من تو هم با هم پا میشیم میریم ساحل بیکو، سوار یه کشتی میشیم، تمومش میکنیم میره. کاپیتان عقد نمیخونن، اونا کشتی رو میرونن. منم فکر میکردم همین جوریه رفیق، اما خودم تو فیلم دیدم کاپیتانو میتونن وسط دریا عقد بخونن. پس خودم عقدتون رو میخونم، منم کاپیتانم دیگه. آه راست میگه دیگه. گنش مشکل ما رو حل میکنه، مگه نه رفیق؟ بله من میتونه. بله مشکلمون رو حل میکنه، ولی ما تو خشکی هستیم کرم جان. شما با من بیاین ببینم. کجا؟ کجا؟ بریم. گنش میشه بگی چی کار میخوای بکنی؟ چی شده کاپیتان؟ ما رو آوردی اینجا چی کار؟ بذار کمکت کنم. ای بابا یکم صبور باش دیگه داداش کرم، چقدر عجولی. باشه باشه صبر کن. خب الان دیگه تو دریا، منم کاپیتانم، حالا عقدتون بکنم یا نه؟ این آقا نورهان، نمیخوام به روی خودم بیارم اما راستشو بخواین میخوام یه چیزی بگم، چون دیگه نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. از لباسا خوشتون اومده یا نه؟ چرا هیچی نمیگین؟ اینقدر که حرف نمیزنین من اصلا نوت برداری نکردم، اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اگه قرار کارو به من بدید که اصلا پشیمون نمیشین، اما اگه نمیخواینم بدین نهایتا با هم یه چای میخوریم، بعدش هم دیگه به شما بستگی داره. اینا حتی از اون چیزی که تصور میکردم بهترن. طراحی، دوخت، منو غافلگیر کردی. کار مال خودته، خوش اومدی. واقعا؟ دیدی که تو کار جدیم، از این شوخی ها خوشم نمیاد. خیلی خوب بودم. خیلی ممنون. خوش اومدی. خیلی ممنون آقا نورهان، اصلا پشیمون نمیشی. بهم بگو نورهان، ما دیگه همکاری، زیاد از تعارف خوشم نمیاد. باشه شما یه نگاهی به اطراف بندازین، هر کاری دوست دارین بکنین، منم یه قهوه برای خودمون سفارش بدم. ممنون نورهان. دقیقا. خیلی خوب، عروس و داماد باید همدیگر رو دوست داشته باشن، اصلا نباید دعوا کنن. باشه قول میدین؟ قول میدم کاپیتان. باشه پس منم به عنوان کاپیتان گنش شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. امیدوارم با هم خوشبخت شیم. خیلی ممنون کاپیتان. خیلی ممنونم کاپیتان گنش. حالا که ازدواج کردی میتونم دست نسی رو بگیرم ببرم خونمون دیگه، درسته؟ نه وایسا وایسا. نه اون تو خونه خودش میمونه، تو هم تو خونه خوده. اوه ای بابا کاپیتان، این دیگه چجور ازدواجیه؟ کی اینجوری زن میگیره؟ این که کشتی واقعی نیست. این صدا از قبل ضبط شده، صدای کشتی واقعی که نیست. میبینی نسلی در عرض 2 دقیقه ازدواجمونو باطل کرد، مگه نه کاپیتان؟ خیلی ببخشیدا اما این قبل تو بود، مگه نه گنش جون؟ کار بدی کردی کاپیتان، کار بدی کردی. اگه فکر میکنی کم و کسری داره بگو، یه چیزایی هم یادداشت کردم، همه رو با هم انجام میدم، مشکلی نیست. هیچی کم نداره سلوی، حتی میتونم بگم که تو دقیقا همون طراحی هستی که شرکت ما بهش احتیاج داره. لطف خدا بود که تو رو پیدا کرد.
چرا دروغ بگم؟ راستش اول اصلا نمیخواستم جواب پیامو رو بدم، اما بعد یه صدایی از درونم گفت سلوی جواب بده. خوشحالم که این کارو کردم، خیلی حالمو خوب کردی. یعنی اگه اینطور باشه عالی. ببخشید منتظرت گذاشتم، داشتم داروی گنش رو میدادم. ممنونم. همه یه پرونده ها اینجان. من بعد از اینکه با تو حرف زدم برگه های مربوط به خیریه رو آماده کردم. ببین، قرار داده انجمن FMF همش اینجاست. برای اهدا اول باید پولو ببریم بانک، بعد از طریق بانک واریز کنیم. مراحل قانونیش اینه. این هم برگه های مربوط به خانواده شهداست. این فرم هم باید پر کنیم. تو چطوری میخوای پول پرداخت کنی؟ نصف نصف؟ فراد، پولو میگم، چطوری میخوای تقسیم کنی؟ سونا، با هم ازدواج کن. من نفهمیدم. میگم ازدواج کن، با من ازدواج کن. تو داری جدی میگی؟ آره جدی هم، هیچ وقت انقدر جدی نبودم. من خیلی تعجب کردم. راستش اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتم. یعنی نمیدونم، خیلی یهویی شد. انقدر یهویی شد که من الان تو ذهنم همش میگم این واقعیت داره یا نه. لطفاً اونجوری نگام نکن، من واقعاً تعجب کردم. ظفر، ظفر، داریم درباره کار صحبت میکنیم، میشه لطفاً بعداً بیای صحبت کنیم؟ الان حرف میزنی؟ ظفر گفتم لطفا بعدن حرف میزنی. الان حرف میزنیم. این کیه؟ من نورهان کاراداغم، صاحب هولدینگ نورهان. منم ظفرم، نامزد سلوی هستم. ظفر چیه؟ حرف بدی زدم نه؟ نامزد سابقم. چند روزه که نامزدی رو به هم زده، برای همینم هست که هنوز عادت نکردم. ببخشید، شما کی با هم آشنا شدی؟ من و سلوی مدتی که تو اینستاگرام حرف میزنیم. قسمت بود امروز همدیگر رو ببینیم. با هم حرف میزدیم؟ فقط در رابطه با کار بود. ما از کارهای سلوی خوشمون اومده، میخواستیم باهاشون کار کنیم. اونم لطف کرد، قبول کرد. نورهان کاراداغ، به خاطر عشقت به کار به این روز افتادی؟ دقیقاً همینطوره ظفر. یادت گفتی دوتا دونه لباس نمیتونه زندگیمونو نجات بده؟ آره دقیقاً به همون خاطر. چه خوب یادت مونده. همون دو دست لباس داره زندگی منو نجات میده. قبلاً وقتی به هم نگاه میکردیم یه آتیشی تو دلمون بود، تو نگاهمون، قلبمون، وجودمون.
اما الان که نگاه میکنم خاموش شده، خاموش شده، تموم شده. خسته نباشی، موفق باشی. نمیخوام برات سوء تفاهم پیش بیاد. دلم نمیخواد به بوکسم ربطش بدم. خودت میدونی چه اتفاقی افتاد. اول داداشم، بعد کرم. مشکلت بوکسه؟ نه نیست، نیست. قسم میخورم که نیست. مشکل منم. من خیلی میترسم. از این میترسم که وقتی هنوز زندگی قبلیم رو برا نشده، بخوام یه زندگی جدید رو شروع کنم و دوباره همون چیزا رو تجربه. باشه، منم دارم از همین حرف میزنم. میخوام همه چی روبه راشه، میخوام کنار هم باشیم. سونا ببین، سونا نمیتونم بهت دروغ بگم، میخوام که روک حرف بزنم. من نمیتونم بوکس رو ول کنم. به استادم یه قولی دادم، تا وقتی به قولم عمل نکنم، تا وقتی قهرمانشم، نمیخوام بوکس رو ول کنم. بعدش چی؟ بعد از اینکه قهرمان شدی؟ سوء تفاهم نشو، نمیخوام بهت فشار بیارم، اما منم میخوام بدونم قراره تو آینده چه اتفاقی بیفته. یعنی تا کجا؟ ببین، اگه قهرمانی قسمت من بشه، که امیدوارم همینطورم باشه، بعدش دیگه نمیرم تو رینگ. آخرین باره. دیگه میخوام با ظفر بچه‌ها رو آماده کنم برای قهرمانی. البته اگه تو قبول کنی، اگه بگی که میخوای با من و کنار من باشی، قول میدم دیگه سمتش نرم. آروم، مراقب باش. کاپیتان، این بهترین برنامه‌ریزی بود که من تا امروز دیده بودم. خیلی ممنونم ازتون کاپیتان. کاری نکردم که فقط شما خوشحال باشید. کاپیتان، به لطف تو قرار خوشحال شیم. ازت ممنونه. یه جواب بده دیگه، ازدواج کنیم یا نه؟ بله. بله یعنی چی؟ نشنیدم، بلندتر بگو. یعنی قبول کردی؟ بله. آره. بله، ازدواج میکنیم. یعنی دو تا عروسی داریم دیگه. آره کرم، تبریک میگم. چیه، مگه نگفتی میخواین ازدواج کنین؟ یا من اشتباه شنیدم؟ میخوام یه چیزی بپرسم، واسه شما یکم زود نیست؟ شما هم به رضایت من احتیاج دارین. کرم باشی بابا، یه چی نمیگم اینجا. گونش، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ آره خوبم. بیاین این لحظه تاریخی رو ثبتش کنیم. همه هم الان خوشحالن. 3، 2، 1. به به، نگاه کن خانم دکتر، 1000 تا لایک خوردین. مردم منتظر عروسی تونن. ببین چقدر کامنت اومده. انقدر جواب دادم خسته شده. عزیزم ای کاش نمیگفتی، خودمون توی فرصت مناسب به همه میگفتی. ای بابا، چرا باید از مردم مخفی کنیم؟ نمیفهمم. راستی باید به مامان بزرگینا هم بگیم، خیلی زشت، ناراحت میشن. باشه، من باهاشون حرف میزنم. حالا که میخوای با مامان بزرگ حرف بزنی، با شوهرم هم حرف بزن. بگو قبول کنه با هم عروسی بگیریم دیگه. نمیدونم فهمیدی یا نه، اما به فراد دیگه باید بگم شوهرمه. مزخرف نگو کرم، من بهش چی بگم؟ بگو به این بچه ها کمک کن، بگو بذار اونا هم مثل ما خوشحال شن دیگه. خواهش میکنم همه، خواهش میکنم. اصلا دلتو خوش نکنه عزیزم، تا مراسم شما خیلی مونده. ببینم، اول ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم، این شما این که باید صبر کنین. ببین، این حرفایی که دیروز به داداش فراد زدم شوخی نبودا. شما از من اجازه گرفتین؟ اومد تو رو از من خواستگاری کنه؟ شاید نخوام همه یکی یه دونمو بدم بهش. برای چی واسه خودتون بریدین و دوختین؟ هر چی دوست داری بگو کرم جون. وقتی من قبول کردم همه چی تموم شد. یعنی عاقدم نمیپرسه کسی اعتراض داره یا نه؟ اون موقع من بلنشم بگم یا دو تا عروسی میگیریم یا اصلا نمیگیریم، چی میشه ها؟ چی میشه؟ کرم جان، اون روز که شنیدی ظفر چی گفت، شرایطش هم واضح بود. اول دستکش، بعد انگشتر. دستکشو که خیلی راحت دستم میکنم همه. من به زودی اون دستکشو دستم میکنم. به زودی با استاد ظفر برمیگردم رو رینگ. اما میدونی چیه، اون لحظه که داور دستمو بگیره بالا، ها، خیلی سری همون موقع کچلوارو میپوشم، سری میریم عقد میکنیم. حالا نگاه کن ببین عزیزم، تا
تو خیلی پسر با اراده‌ای هستی، اما اون ظفری که من میشناسم لقمه راحتی نیست. ظفر گونالتایا نمیتونی با یه برنده شدن قانع کنی، از من گفتم. این کارو میکنه. بعد مسابقه میرم پیشش. میگم استاد، من همونجوری که امروز این مشت رو تحمل کردم و فردا کنار خواهرت همینجوری وای میسم. هر مشکلی که پیش بیاد مقاومت میکنم، بهش میگم. میگم استاد، من هیچ وقت از دوست داشتن نسلی دست بر نمیدارم. سخنرانی فوق‌العاده‌ای بود. بعدش هم عقد دیگه. نقشت عالیه. خب دیگه مشکلی نیست. آره دیگه، چون مدت زیادی مونده بری تورینگ از نظر منم مشکلی نداره عمه جون. میبینم تو خانم دکتر. میبینم اتاقا کرم. پسری سرته. من زن میگیرم. همش میگه میخوام زن بگیرم، میخوام زن بگیرم. داداش ببینم تو کجا بودی ها؟ زنگ زدم موبایلت هم خاموش بود. ندیدم، حتما شارژم تموم شده. تو حالت خوبه؟ فرات کجاست؟ فرات بالا از گنش یکم حالش خوب نبود، داره به اون میرسه. چرا؟ فکر کنم چون فرات و سونا میخوان ازدواج کنن ناراحت شده. میخوان ازدواج کنن؟ داری جدی میگی؟ خب حالا چرا ناراحته؟ شاید چون فکر میکنه سونا قراره جای مامانشو بگیره. عجب. فکر میکردیم داماد میشیم، حالا باید ساقدوش بشیم. ای بابا، نمیدونم بگم تقدیره یا بدبختی. پیشونی نوشته مام اینطوری بوده دیگه. داداش تو حالت خوبه؟ انگار یکم ناراحتی. نه من خوبم، به نفع شما کشیدم کنار. دیدم ستا عروسی با هم دیگه خیلی زیاده، منم از نوبت خودم انصراف دادم. یعنی چی؟ نفهمیدم. نسلی، من و سلوی از هم جدا شدیم. اونجوری نیست. یعنی فکر کنم برای همیشه دیگه تموم شد. عشقم چی شده عزیزم؟ چرا اخم کردی ها؟ یهو چت شد. ببینم تو رو عزیزم، بابا رو نگاه کن. نگاه نمی کنم. عشق بابا، تو که گفتی خالصونا رو خیلی دوست داری، همش می گفتی خیلی دوستش دارم، دلم میخواد با اون زندگی کنم. چند بار بهم گفتی؟ خیلی بهم گفتی. من گفتم زندگی کنیم، نگفتم که مامانم بشه. یه لحظه صبر کن ببینم این چه حرفیه، کی همچین حرفی زد؟ مگه قرار نیست ازدواج کنی؟ خب آره، اما این هیچ وقت واقعیتی که ایلول مادرت رو عوض نمیکنه. ببین منو عزیزم، منو نگاه کن. تو نتونستی مادرتو بشناسی، اونم نتونست دست رو موهات بکشه، نتونستی بدویی و بری بغلش کنی یا بوش رو حس کنی، هیچ وقت نتونستی ببوسیش. ببینم پس کی عشق و علاقه اونو گذاشت توی قلبت؟ نمیدونم. من میدونم، بهت بگم؟ بگو. خدا. کسی که اونو ازت گرفت و عشقشو تو دلت گذاشت فقط خداست، و اونی هم که تو رو مریض کرد و بعدش با خالصونه آشنا کرد خداست. پس تا زمانی که اون نخواد عشقی که تو دلته، هیچ کس نمیتونه جاشو بگیره. فهمیدی؟ خب اگه بچه دار بشین چی؟ خب اون بچه شما دوتا میشه، من فقط بچه تو هم. اگه اونو بیشتر از من دوست داشته باشی چی؟ این چه حرفیه میزنی گونش جان؟ ببین، از وقتی که تو به دنیا اومدی، از اولین لحظه‌ای که تو رو تو بغلم گرفتم تا لحظه‌ای که بخوام چشمامو ببندم و از این دنیا برم، من بیشتر از همه چی تو رو دوست دارم. هر کسی هم که بیاد تو زندگیم، هر اتفاقی هم که بیفته، بیشتر از همه عاشق تو هم. همیشه مثل همین لحظه خیلی دوستت دارم. باشه؟ قول میدی؟ قول میدم. قول قهرمانی.
تو یکی یه دونه منی. تو این دنیا هیچ کسی عزیزتر از تو نیست. تو همه چیز منی عزیزم. تو عشق بابایی. من خودم متوجه شده بودم. میدونستم یه اتفاقی افتاده ولی فکر نمی‌کردم اینقدر زود باشه. میخوای منم با سلوی حرف بزنم؟ داداش آخه مگه میشه به همین راحتی تموم میشه؟ شما اون همه به هم قول داده بودین، اون همه مشکل رو پشت سر گذاشته بودین، دیگه کم کم قرار بود ازدواج کنین، حتی به بابا هم قول داده بودین. یعنی تموم شد آخه واقعا به همین راحتی؟ نسلی وقتی میگم تموم شده یعنی تموم شده، انقدر کشش نده، تموم شد، فهمیدی؟ نه من باش حرف میزنم، من میرم همین الان پیشش باش حرف میزنم. نسلی چیه؟ تو چی میخوای بگی؟ آخه چی میخوای بگی دختر؟ ببین زخم من خیلی عمیقه، میخوای خوبش کنی ولی تو بدتر منو میکشی. بشین اینجا، با سلوی یا فراد حرف نمیزنی، فهمیدی؟ اون قضیه تمومه. باشه داداش ولی داداش ما داشم نداریم. ببین نسلی، نه با فراد نه با سلوی حتی یک کلمه هم حرف نمیزنی، فهمیدی؟ به روح بابا قسم بخور، قسم بخور با فرات و سلوی یک کلمه هم حرف نمیزنی. بعد این همه سال این بچه تازه خوشحال شده، حالا میخوای به خاطر من غم و غصه بخوره؟ آره؟ یعنی دوباره خرابش کنم؟ باشه نسلی. باشه باشه، بعد 100 سال خوشحال شده، حالا به خاطر من دوماد و ساقدوش دارن میان. تو کی فهمیدی؟ اختیار داری، من پرنده خبرچین دارم، اگه میشه نفهمم غفاز. داداشم قربون خدا برم، من به تبریک میگم. فدات شم داداش، خدا رو چه دیدی، شاید توی شب عروسی گرفتیم. ببینیم چی میشه، حالا یه کاریش میکنیم، دو تا عروسی شاید هم بشه دیگه. آره دیگه، ولی من میخوام یه چیز دیگه رو بدیم. بگو ببینم نظر شما چیه، میخوای چی کار کنی؟ قراره بریم خواستگاری؟ نظرت چیه؟ تو چی میگی آقا گلش؟ توضیح بده. یعنی من قراره واسه بابام برم خواستگاری؟ خب یکم بله. آره. نسلی جان چرا تو فکری؟ چیزی شده؟ من خوبم، خوبم. مطمئنی خوبی؟ آره خوبم، خوبم، خوبم. خوبه، خوبه، عالیه. تو عروسی به بابات سکه میدی؟ خوب به حرفم گوش کن، اون قفقاز آشغال رو باید نابودش کنیم، این دفعه دیگه نمیخوام کن بزنی. شنیدی چی گفتم؟ باید کارش رو تموم بکنی. قبلا که یادت به چی گفتم؟ ببینم با آدمات حرف زدی؟ باشه بهشون بگو عجله کنن، این کار راه دیگه ای نداره دومان، این کار برگشتی نداره.